گیاه قشنگم اینجاست. سخت این راهش شروع اینه که یه راست بخوای بری سر اصل مطلب. سخت این بخشش اینه که یه راست بخوام برم سر اصل مطلب. یکی از چیزایی که خیلی مهمه تو دنیای جواهر، چه بخواین یادش بگیرین چه بخواین خرید و فروش کنین و حتی تو بخش سنگ ها، حالا فرقی نداره با چه قیمتی و چی و کجا، دونستن اینه که واحد سنجش وزن سنگ با قیراته. حالا با اون سنگایی که با گرم وزنشون محاسبه میشه که تعدادشون خیلی کمه فعلا کاری ندارم، ولی کلن واحد قیراط واسه یه سنجش وزن سنگه. تا حالا از ازتون پیش اومده به این فکر کنی که قیراط از کجا اومده؟ چرا بهش میگن قیراط؟ حالا ما تو زبان فارسی قیراط رو میدونیم که همین شکلی عنوان میشه و چه شکلی نوشته میشه. قیراط چجوری می‌نویسن؟ نمیدونی؟ قی دو نقطه است با تا. قیراط. دونستن این که اصلا قیراط چه شکلی به وجود اومده میتونه خیلی جالب و هیجان انگیز باشه. در واقع یه گیاهی بوده که توی حاشیه مدیترانه رشد میکرده که از اون محصولی که میداده از میوه هاش واسه درست کردن شیرینی و چیزای دیگه استفاده میکردن. اسم این گیاه کروب بوده که وقتی ما قیراط رو اینجا می نویسمش کارات می نویسیم و با اون کاراتی که با کی شروع میشه که مربوط به عیار تلاس فرق میکنه، در واقع وقتی با سی شروع میشه همون کروب رو به ما میده. توی فارسی به این گیاه میگیم خرنوب. گیاه قشنگم اینجاست. دونه دقیقا این چیزیه که بچه اینجاست و من میخوام یک آنباکسینگ خرنوم رو داشته باشم که بهتون نشون بدم اصلا دونه های قیراط چه شکلی به وجود اومده. این گیاه خرنوبه که من از یه عطاری خریدمش و الان دیگه باید بازش کنم بهتون نشون بدم. خب توی این چیه؟ من الان حدوداً بچه 100 گرم از اینو خریدم که وزنش 100 گرم از اینو خریدم که قیمتش زیاد نمیشد، فکر کنم این در حد 20,000 تومن اینا باشه. و حالا که یه بدی میده، میخوان از این ویدیوها بسازم که اگه مثلا یه چیزی رو اشتباه بگم یا اگه بخندم باید مجازات شم چیزای بد بو و بدمزه بخورم. یه بویه بو کن، اشکا نداره باشی بیا بو کن. یه بویه بدی میده، نه یه بویه عجیبی داره. ببین چند توشو در بیارم. این دیگه گیاه خرنوبه یا همون کروب که بخوام نشونتون بدم این شکلیه. این گیاهشه و یه بوی عجیب و جدیدی داره. من میخوام ببینم اینو واسه شیرینی پزی استفاده میکردن میشه با دست بازش کرد؟ نه، باید یه چاقو باشه قاعدتا که من بتونم اینو بازش کنم. الان میشه که چاقو بگم که به من بدی لطفا؟ این بره بی زحمت. مهدی شجری چاقوی دست زرد داره، من یه دست قهوه‌ای دارم بچه ها. از مال مهدی شجری هم خوشگل‌تره، ولی خب مال اون خاطر انگیزه دیگه. الان من بخوام اینو بازش کنم باید با چاقو این جداره رو سعی کنم که باز کنم و واسه بخواین تمام زندگی من پودر قیراط گرفت. اینجا رو بعدش کی تمیز میکنه؟ در واقع این گیاه قدمتش برمیگرده به 5000 سال قبل از الان و توی اون حاشیه از اطراف مدیترانه بوده که میشه ترکیه ای که الان هست و اینقدر در دسترس بوده این گیاه که وقتی تجارت سنگ قیمتی مخصوصا الماس خیلی زیاد بوده، هر موقع که میخواستن وزنش رو اندازه بزنن برای الماس میرفتن یه دونه از این دونه گیاه میچیدن همون لحظه از درخت و وزن کردن و میفروختن. یه مدتی که میگذره کار به اینجا میرسه که متوجه میشن چون به ظاهر دونه این گیاه خرنوب خیلی اندازش انگار شبیه همه و شاید با وزنی که اون زمان داشتن وزنه رو یه جور نشون میداده، بعدن که یکم پیشرفته تر میشه اوضاع متوجه میشن که شاید وزن این دونه ها یه ذره با هم فرق کنه. یه تحقیقی که میشه یه آقایی میاد 44 تا دونه از همین خرنوب رو
که کروب هست میاد و اندازه میگیره، همون موقعی که تازه از گیاه در میاد و متوجه میشه موقعی که از گیاه بلافاصله برداشتش میکنه یه وزن تقریبا مشابه و نزدیک به همی داره و وقتی که یک روز توی دمای اتاق میمونه وزن 6 صدم بیشتر میشه، 6 الی 7 صدم بیشتر میشه و بعد از 36 ساعت از همون وزنی که بیشتر شده میاد و غیر از اون 6 صدم 7 صدم هم باز کمتر میشه و این به خاطر این بوده که اون آبی که درون دونه هست قاعدتا کمتر میشه و روی 44 تایی که اینو تست میکنه به این نتیجه میرسه. توی همون زمان ها وقتی که میبینن میتونه این تغییر وزن وجود داشته باشه و یه عده فکر میکردن توش داره کلاه برداری میشه و خیلی شگردا همون دوره هم به کار میبردن، چون باید یک وزن واحدی وجود داشته باشه که بتونن که برای خرید و فروش سنگ اینو به کار ببرن، اینو طرح میکنن توی کنوانسیون معیار و سنجش وزن که توی فرانسه بوده و میان قیراط رو در نظر میگیرن. عددش خیلی شبیه همون وزن دونه های خرنوبه که عموماً بین 0.1 تا 0.3 گرم بوده و در واقع هر قیراط 0.2 گرمه، بنابراین هر 1 گرم میشه 5 قیراط. حالا اینکه چی شد این وزنه به وجود اومد؟ خب مثلا این میمونه که مثلا میخواین پاشین برین پرتقال بخرین بعد واحد مثلا کیلوگرم وجود نداشت، همینجوری عشقی هرکی هرچی میخواست میریخ، این که کم باشه مثلا زیاد باشه زیاد با دست قابل تشخیص نیست، اما تا یه جایی جواب میداد که همینجوری یه وزنه باشه و دونه رو روش بندازن بگن خب این دونه ها هم وزن همه. خیلی ممنون که با من همراه بودین. من رویا لیلایونم، کارم هم مثل فامیلم خیلی سخته. ممنون میشم دکمه سابسکرایب رو بزنین، زنگوله کنارشم بزنین، لایک و کامنت هم یادتون نره. خدافز خدافز نداشت داشت اوکی دیگه حله خدا.